به نام خدا، مریم ذوالفقاری هستم و میخوام تکنیک های سی تی اسکن شانه رو توضیح بدم. قبل از هر چیز بهتره که آناتومی این ناحیه رو مرور بکنیم. به طور کلی چهار شوک استخوانی شانه تشکیل شده از کلاویکل، اسکاپولا و انتهای پروکسیمال هومرس. خود اسکاپولا از قسمت های مختلفی تشکیل شده، از جمله حفره گلنوئید، زائده کراکوئید و آکرومیوم. حفره گلنوئید که در زاویه خارجی اسکاپولا قرار گرفته، یک حفره کم عمق که با سر هومروس مفصل میشه تا مفصل گلن هومرال رو تشکیل بده. زایده کراکوئید یک ساختار قلاب ماننده که به طرف جلو خارج برجسته میشه و دقیقا زیر بخش خارجی کلاویکل قرار میگیره. آکرومیون هم یک برآمدگی قدامی خارجی که روی مفصل گلن هومرال قوس میزنه. بقیه اجزایی که توی شکل میبینیم تاندون ها و لیگامن ها هستن که جلوتر تاندون های عضلات روتیتور پاپ رو به طور کامل توضیح میدم. این اسلاید هم همون نواحی آناتومیکی رو روی ایمیج به ما نشون میده که توی تصویر سمت چپ سر هومروس، آکرومیون، کلاویکل و آکرومیون کلاویکولار جونت رو میبینیم. تصویر سمت راست هم یک تصویر سی تی اسکن آکسیال از شانه هستش که به ما سر هومروس رو نشون میده. در این قسمت کراکوئید پروسس رو میبینیم. در این قسمت لوبوم گلنوئید رو میبینیم. این استخوان که این پایین قرار داره اسکاپولا هستش و این استخوان هم کلاویکل. این تصویر هم یک تصویر سی تی اسکن کورونال از شانه هستش که بالا استخوان کلاویکل رو داریم. در این قسمت کراکوئید پروسس و اینجا هم خود اسکاپولا رو میبینیم. تصویر برداری از شانه به دو صورت انجام میشه، یا به صورت نان کنتراست سی تی و یا به صورت سی تی آرتروگرافی که تزریق ماده کنتراست رو داریم. ایندیکیشن های این دو روش با هم متفاوته. اول ایندیکیشن های نان کنتراست سی تی از شانه رو میگم. اگه بخوایم تروماهای استخوانی رو ارزیابی بکنیم، اگر مشروط به فرکچر هستیم و یا میخوایم قبل از جراحی ارزیابی از شانه داشته باشیم، از نان کنتراست سی تی استفاده میشه. ایندیکیشن های دیگه نان کنتراستیتی شامل زایه هیل ساکس، التهاب مفصل های گلن هومرال و آکرومی کلاویکولار و همچنین کلاسیفیت شدن تاندون ها هستش. شکلی بالا سمت چپ داره به ما یک پوستر یه دیسلوکیشن از شانه نشون میده که متعاقد توما اتفاق افتاده. شکل بالا سمت راست زایه هیل ساکس رو میبینیم که در قسمت پاتولوژی کامل توضیح میده. شکل پایین سمت چپ کلسیفیت شدن تاندون عضله سوپرا اسپیناتوس رو داریم و شکل پایین سمت راست هم یک فرکچر دیسلوکیشن از شانه چپ رو داره به ما نشون میده. حالا میریم سراغ ایندیکیشن های سی تی آرتروگرافی. اگر بخوایم کپسول و ساختارهای داخل کپسول مفصلی رو ارزیابی بکنیم، یا اگر بخوایم لابوم گلنوئید مثل آنتریو لابوم بررسی بکنیم، از سی تی آرتروگرافی استفاده میشه. البته برای یافتن لوز بادی در مفصل و همچنین آسیب دیدگی های روتیتور کاف و همچنین تاندون عضلات بایسپس هم از سی تی آرتروگرافی استفاده میشه. شکل بالا سمت چپ پارگی روتیتور کاف رو میبینیم. شکل بالا سمت راست یک شانه نمونه رو داره به ما نشون میده که به خوبی ماده کنتراست رو داخل فضای مفصلی میبینیم. شکل پایین هم یک پارگی فول تیکنس در عضله سوپرا اسپیناتوس که جزء عضلات روتیتور کاف هست رو می‌بینیم. این سراغ تکنیک ها و پوزیشن دهی. همونطور که گفتیم تصویر برداری از شانه به دو صورت انجام میشه که من اول تکنیک های مربوط به نان کنتراست سی تی رو توضیح میدم. آمادگی بیمار در نان کنتراست سی تی به چه شکله؟ بیمار باید هر گونه فلزی یا لباسی که باعث میشه کیفیت تصویر تحت تاثیر قرار بگیره و آرتیفکت ایجاد بشه خارج کنه. سابقه پزشکی بیمار باید حتما مورد بررسی قرار بگیره و از باردار نبودن بیمار خانم هم باید اطمینان حاصل کنیم. در سی تی بدون کنتراست بیمار اجازه خوردن، آشامیدن و مصرف دارو رو داره. این سراغ پوزیشن دهی بیمار. برای هر کدوم از ایندیکیشن هایی که مطرح شد فرقی نداره. بیمار به صورت سوپاین میخوابه، بازوی مورد نظر کنار بدن بیمار قرار میگیره و بازوی مخالف به بالای سر میره. و هدف از این کار اینه که جذب پرتو ایکس تا جای ممکن کاهش پیدا کنه. وقتی
بیمار رو پوزیشن دهی کردیم، یک اسکات ویو از بیمار میگیریم و در توپوگرام ناحیه اسکن یا فیدا ویو رو مشخص میکنیم. ناحیه اسکن باید از بالای آترومیون تا چند سانتی متر پایین لبه تحتانی گلنوئید یا به عبارتی تا پایین اسکاپولا رو کاور کنه، که در این صورت ناحیه اسکن ما شامل کلاویکل، آترومیون و قسمت پروکسیمال هومروس میشه. از سمت داخل باید FOV ما شامل اسکاپولا باشه و از سمت خارج هم تا سطح پوست رو حتما باید داشته باشیم، اما کل کلاویکل نیاز نیست. این اسلاید هم شکل سمت چپ، دوباره داریم ناحیه مورد اسکن رو میبینیم که همونطور که گفتیم باید از بالای آکرومیون باشه تا دقیقا پایین اسکاپولا، که وقتی این ناحیه رو ما اسکن میکنیم تصویر آکسیالی که ما میده مثل شکل سمت راست هستش. در این جدول هم یک نگاه کلی به پارامترها میندازیم. اکسپوژر فاکتور ها شامل کیوی و امو هستند که کیوی رو حدود 100 تا 110 انتخاب میکنیم و میلی آمپر رو هم حدود 160 تا 170. البته این ارقام ثابت نیستن و با توجه به دستگاه های مختلف متفاوتن. پیچمون رو هم حدود 1 انتخاب میکنیم. برای پلیمیشن بهتر حداقل ضخامت دتکتور انتخاب بشه. تا وقتی که میخوایم کرنل انتخاب بکنیم اونجا هم بتونیم حداقل ضخامت رو داشته باشیم. بنابراین اون رو 6.5 میلیمتر انتخاب میکنیم. اسلایس تیکنس رو 1 میلیمتر در نظر میگیریم و اینکریمنت هم بهتر حدود 70% ضخامت اسلاید ما باشه. پس اینکریمنت رو هم حدود 7.5 در نظر میگیریم که البته میتونه بین 0.5 تا 1 میلیمتر هم باشه. نکته مهم دیگه فیل کاورج ما هست که باید حداقل باشه و طبق چیزی که گفتم از اسکاپولا پایین‌تر رو نباید داشته باشیم، باید محدود باشه تا بیمار خیلی اشعه نخوره. اسکن تایم ما حدود 1 تا 1.5 ثانیه هست که طی اون بیمار نباید نفس بکشه. ملاک یک تصویر با کیفیت و مناسب اینه که نوید تصویر کم باشه، آرتیفکت حرکتی نداشته باشیم و اگه تصویر ما سیتی آرتوگرافی هست ماده کنتراست به خوبی و به طور کافی مفصل رو پر کرده باشه. بعد از اینکه اسکن انجام میشه و تصاویر اولیه رو به دست میاریم، کرنل اجرا میکنیم و این باعث میشه اسلایس تیکنس ما کوچکتر بشه و در مرحله بعدی بسیار به ما کمک میکنه. برای بازسازی مولتی پلانار که در واقع میخواییم به تصویر ساجیتال و کورنال برسیم، نیم از تمام تصویر آکسیال استفاده میکنیم. به این صورت که برای بازسازی کورنال کات هامون یا ایمیج برین ما در تصویر آکسیال باید به صورت موازی و محور اسکاپولا باشه و برای بازسازی ساجیتال هم ایمیج برین ما باید عمود بر محور اسکاپولا یا موازی با سطح گلنوئید چیده بشه. این تصویر داریم بازسازی کرونا رو میبینیم تو شکل سمت راست. در واقع همونطور که گفتن ایمیج پلین ما در واقع موازی با محور اسکاپولا هستش یا به عبارتی عمود بر سطح گلنوئید، که اگه این کار رو انجام بدیم به تصویر سمت چپ میرسیم که این تصویر کرونا از شانه هستش. تو این سلاید هم در واقع داریم بازسازی ساجیتال رو میبینیم که همونطور که گفتن ایمیج برین ما باید عمود بر محور اسکاپولا یا موازی با سطح گلنوئید باشه، که در آخر به شکل سمت چپ میرسیم که یک تصویر ساجیتال از شانه هستش. در این اسلاید هم یک تصویر با بازسازی 3D رو میبینیم. در واقع از اطلاعات و دیتا های CT برای بازسازی این تصویر استفاده شده و رنگ آمیزی هم شده. که کلاویکل رو به رنگ نارنجی، آکرومیون رو به رنگ بنفش، اسکاپولا به رنگ فیروزه‌ای و قسمت پروکسیمال هومروس رو به رنگ زرد میبینیم. چیز دیگه که در این تصویر میبینیم اینه که فضای مفصل شانه یعنی گلن هومرال باریک و محدود شده. این هم یک تصویر دیگه با بازسازی 3D هستش که رنگ‌آمیزی نشده ولی باز هم باریک شدن فضای مفصلی رو نشون میده. میریم سراغ CT آرتوگرافی از شانه. همونطور که گفتم CT آرتوگرافی شانه معمولا برای ارزیابی لابرون گلنوئید و کپسول مفصلی در بیمارانی که دچار
شولدر اینستابیلیتی هستن استفاده میشه. آمادگی بیمار در سی تی آرتوگرافی به چه شکله؟ چون در این آزمون ماده کنتراست بدن بیمار تزریق میکنیم، آمادگی با روش بدون کنتراست متفاوته. اول از بیمار میپرسیم که آیا به مواد کنتراست یود داره یا هر داروی دیگه آلرژی داره یا نه، و از این موضوع اطمینان حاصل میکنیم. سپس بیمار از 4 ساعت قبل از آزمون فقط اجازه مصرف آب، سوپ رقیق، آبمیوه‌ای مثل آب سیب، آب انگور، قهوه و چای رو داره و شیر و نوشیدنی‌های کربن‌دار نباید مصرف بشه. اگر آزمون ما در واقع اورژانسیه، بیمار از 2 ساعت قبل از آزمون نباید هیچ خوردنی و هیچ آشامیدنی مصرف کنه. بیماران دیابتی که متفورمین مصرف میکنن تا 48 ساعت بعد از تزریق باید دارو رو قطع بکنن. قبل از آزمون عملکرد کلیه بیماران بالای 60 سال و همچنین بیماران جوانی که مشکلات پزشکی دارن باید بررسی بشه. و همینطور بهتره که بیمار رو از پروسه تصویر برداریم و عوارضمون آگاه کنیم. نکات مربوط به تکنیک سی تی آرتوگرافی هست شانه. داروی کنتراستی که در سی تی آرتوگرافی استفاده میشه به این صورت. برای تزریق از ماده کنتراست یوددار غیر یونی استفاده میکنیم که این ماده تزریقی باید با نسبت 1:1 با نورمال سالین رقیق بشه. آزمون با آرتوگرافی دبل کنتراست شروع میشه که 2-3 میلیمتر از ماده کنتراست و 12-15 میلیمتر هوا معمولا به 1/3 تحتانی کپسول مفصلی تزریق میشه. البته این کار میتونه از طریق ابروچ های مختلفی رو صورت بگیره که در ادامه توضیح میدم. بعد از تزریق بلافاصله تصویر برداری رو شروع میکنیم که شامل 2 تا اسکن با اینترنال روتیشن و اکسترنال روتیشن بازوی مورد نظره. پیشنهاد میشه که پوزیشن بیمار به صورت پرون با اوبلیک 45 درجه باشه تا هوا به صورت هموجنوس به کمپارتمان های جلوی و خلفی پخش بشه. حالا اپروچ های مختلفی که برای ورود سوزن و تزریق داریم چیا هستن و اینکه در طی تزریق بیمار باید چه پوزیشنی داشته باشه. معمولا اپروچی که پیشنهاد میشه اونه که بیمار کمترین درد رو در اون داشته باشه، اما در کل سه روش داریم. اولین روش از طریق روتیتور اینتروال هست که در اون بیمار به صورت سوپاین میخوابه و بازوی مورد نظر رو در حالت اکسترنال روتیشن قرار میده، یعنی به صورتی که کف دست به سمت بالا باشه که باعث میشه سر بلند در زونه بایسپس بچرخه. سپس سوزن رو به صورت عمود وارد میکنیم تا جایی که بازخوان تماس پیدا کنه و بعد از ماده کنتراست بعد بدون هیچ مقاومتی وارد مفصل بشه. در این شکل میبینیم که دو تا خط فضای مفصل رو به سه قسمت تقسیم کردن و نقطه تزریق ما هستش. اپروش بعدی اینفرومدیال اپروش هست که با آن تکنیک شنیدر هم گفته میشه. پوزیشن بیمار همانند قبل، سوزن از میان عضله اینفراسپیناتوس وارد 1/3 تحتانی مفصل گرن هومرال میشه که ما توی شکل همین رو میبینیم. دو تا خط داریم که مفصل رو به سه قسمت تقسیم کردن و نقطه تزریق در واقع 1/3 تحتانی مفصل گرن هومرال هستش. آخرین روش پوستریر اپروچ هست که بیمار به صورت پرون میخوابه و بازوی مورد نظر رو در حالت اکسترنال روتیشن قرار میده. به صورت یک کف دست به سمت پایین باشه و سوزن درست از سمت خارج کورتکس داخلی هومروس در سطح کراکوئید پروسس وارد میشه. این سه روش رو گفتیم، ولی بیشتر حالتی رو ترجیح میدیم که بیمار سوپان باشه و ترجیح از میانه روتیتور اینتروال اپروچ صورت بگیره. عوارض سی تی آرتوگرافی بسیار نادر هستن و شامل این مواردن: خونریزی، عفونت و آلرژیک ریاکشن. البته مطابق تزریق احساس درد هم رایجه که احتمالاً به التهاب قشای مفصلی مربوط میشه و باعث میشه که حدود 66% بیمار تا چند ساعت یا حتی چند روز بعد از تزریق احساس درد رو داشته باشن. در سی تی آرتوگرافی تصویرمون رو آکسیال و با در واقع کلیمیشن 6.5 میلیمتر میگیم. کاتای تصاویر امپیارو من از روی آکسیال میشینیم که همونجور که توضیح دادم و تصاویرش رو دیدیم به صورت موازی یا عمود بر محور اسکاپولا هستن.
باز نمونه سی تی آرتوگرام رو از شانه داره نشون میده، از شانه نورمال که تصویر A تصویر آکسیال ما هستش، تصویر B کرونا و تصویر C ساجیتال هست و مایه مفصلی رو به خوبی داخل فضای مفصلی هر سه تصویر میبینیم. این قسمت هستش. تو این اسلاید هم باز یک سی تی آرتوگرام از یک شونه نورمال رو میبینیم که داره اتصال نورمال آنتریر و پوستریر گرانوید لابون رو نشون میده. بریم سراغ پاتولوژی های مفصل شانه که با سی تی اسکن قابل دیتک شدن هستن که شامل این موارد: شولدر تروما، هیل ساکس لیژن، بونی بانکارد لیژن، شولدر اینستابیلیتی و روتیتور کاف تیر. در تروماهای حاد شانه از سی تی زمانی استفاده میشه که کمپلکس فرکچر های قسمت پروکسیمال هومروس و اسکاپولا نیاز به درمان جراحی داشته باشن و با کانونشنال رادیوگرافی قابل ارزیابی نباشن. فرکچر های ناحیه پروکسیمال هومروس در بیماران مسنی که دچار پوکی استخوان هستن خیلی شایعن. این فرکچر ها میتونن 2، 3 یا 4 بخش باشن همراه با دررفتگی یا بدون دررفتگی. عوارض این فرکچر ها هم شامل ایواسکولار نکروز، فروزن شولدر و شولدر اینستابیلیتی هست. تو این تصویر هم در واقع داریم یک فرکچر دیسلوکیشن از چانه چپ رو میبینیم. زایای هیل ساکس. وقتی متعاقب دررفتگی به سمت جلوی مفصل شانه ناحیه خلفی خارجی سر هومروس دچار فرو رفتگی و ایندنتیشن بشه، میگیم زایای هیل ساکس به وجود اومده. در واقع این دررفتگی باعث میشه که سر هومروس به قسمت جلوی و سخت گرانوئید فشرده بشه و فرو رفتگی و ایندنتیشن روی سرش ایجاد بشه. زایای هیل ساکس در 35-40% دررفتگی های به سمت جلو اتفاق میفته و سبب بی‌ثبات شدن مفصل گرانو هومرال میشه و حتی خودش میتونه دررفتگی های بعدی رو هم به وجود بیاره. به جز هیل ساکس، یک ریورس هیل ساکس هم داریم که به فرو رفتگی قسمت جلوی داخلی سر هومروس متعاقب دررفتگی به سمت عقب مفصل شانه گفته میشه. بین اسلاید یک تصویر سی تی آرتوگرام از مفصل شونه رو میبینیم که زایای هیل ساکس رو همین جایی که فلش قرمز کشیده به خوبی نشون میده. می‌بینیم که سر هومروس دچار فرو رفتگی و ایندنتیشن شده. بونی بانکارد لیژن. به ایبولژن لابروم جلوی تحتانی گلنوئید زایه بانکارد دیده میشه که گاهی این زایه حاشیه استخوانی رو هم درگیر میکنه، در صورت به اون بونی بانکارد میگن. این زایه متعاقب در رفتگی به سمت جلوی شانه اتفاق میفته و شایع ترین علت آنتریور شولدر اینستابیلیتی هستش. در ریورس بانکارد هم لابون خلفی تحتانی از گرانوئید جدا میشه. این نسلی تر یک تصویر سی تی آرتوگرام رو داره ما نشون میده که در اون جدا شدن یک فرگمنت از آنتریور اینفریور گرانوئید لابون مشخصه. البته این نقطه که این تصویر داره اینه که ماده کنتراست به صورت اکسترا آرتیکولار هستش. شانه شایع‌ترین مفصل برای دررفتگیه و 96% این دررفتگی ها به سمت جلوه که ترکیبی از نیروهای غیر مستقیم مثل ابداکشن، اکستنشن و اکسترنال روتیشن سبب اون میشه. سی‌تی آرتوگرام برای بررسی شولدر اینستابیلیتی یا بی‌ثباتی حاد شانه استفاده میشه. در این اسلاید یک سی‌تی آرتوگرام از شانه بیمار رو میبینیم که دچار آنتریور شولدر دیسلوکیشن هست. تصویر سمت چپ در واقع شاید یک زاویه هیل ساکس در قسمت خلفی خارجی هومروس هستیم و در تصویر سمت راست هم زاویه بانکارش رو در لابوم جلویی میبینیم. این سراغ پاتولوژی روتیتور کاف تیر. تانتون های روتیتور کاف سر هومروس رو میپوشونن و به چرخش و بالا اومدن بازو کمک میکنن. بین
روتیتو کاف و فرومیون یک کیسه پر از مایه به نام برسا برای جلوگیری از استکاک وجود داره و این برسا کمک میکنه که روتیتو کاف هنگام حرکت بازو به طور آزادانه سر بخوره. اگر روتیتو کاف آسیب ببینن این برسا میتونه عفونت کنه و بسیار دردناک باشه. توی شکل میبینیم که عضلات روتیتو کاف به چه شکل قرار گرفتن و شامل کدوم عضلات هستن. سوپر اسپیناتوس، اینترا اسپیناتوس، ساب اسکاپولاریس و ترس مینور در واقع به عنوان عضلات روتیتو کاف شناخته میشن. حالا وقتی یک یا تعداد بیشتری از عضلات روتیتو کاف پاره میشن، تاندون دیگه به صورت کامل به سر هومروس متصل نیست. پاره که بیشتر در تاندون سوپر اسپیناتوس رخ میده اما بقیه تاندون ها ممکنه درگیر بشن. همیشه موارد تاندون های پاره شده شروع به فرسوده شدن میکنن و با پیشرفت آسیب ممکنه تاندون به طور کامل پاره بشه. مثلا با بلند کردن اجسام سنگی. دو نوع پارگی در روتیتور کاف داریم. اولین نوع پارشیال تیر هست که در این نوع پارگی تاندون آسیب میبینه اما به طور کامل جدا نمیشه که بهش اینکامپلیت تیر هم گفته میشه. در فول تیکنس تیر کل تاندون از استخوان جدا میشه و به ما کامپلیت تیر میگن. در واقع در فول تیکنس تیر معمولا یک سوراخ رو روی تاندون میبینیم. شکل بالا سمت چپ در واقع داره پوشیده شدن سر هومروس توسط عضلات روتیتور کاف رو نشون میده، اما در شکل سمت راست بالا میبینیم که یک پول تیکنس تیر در تاندون عضله سوپر اسپیناتوس اتفاق افتاده. شکل پایین سمت چپ هم یک نمای فرونتال از همون عضلات روتیتور کاف رو داره به ما نشون میده و شکل پایین سمت راست همون پایگی فول تیکنس رو در عضله در تاندون عضله سوپر اسپیناتوس میبینیم. پایگی روتیتور کاف دو علت عمده داره: آسیب یا اینجری و دیجنریشن. علائم این پاتولوژی چیا هستن؟ درد در هنگام دراز کشیدن، درد در هنگام بلند کردن یا پایین آوردن بازو و ضعف در هنگام چرخش یا بالا بردن بازو. پایگی هایی که ناگهانی اتفاق می افتن، مثلا هنگام پایین افتادن، درد ناگهانی شدیدی رو به دنبال دارن. یک تصویر سی تی آرتوگرام از مفصل شونه است که می‌بینیم ماده کنتراست به تاندون عضله سوپر اسپیناتوس گسترش پیدا کرده، منظور فلش‌های زرد، و همینطور می‌بینیم که ماده کنتراست در ساب آکرومیور ساب دلتای برسا دیده میشه که علت شرفت پارگی فول تیکنس تاندون عضله سوپر اسپیناتوس هستش. فلش قرمز در اینو نشون میده. این اسلاید هم در واقع یک سی تی آرتوگرام هستش که داره ماده کنتراست رو داخل پایگی روتیتور کاف نمایان کنه. این اسلاید هم یک کوتاه در مورد بازسازی های NPR رو میبینیم. تصویر بالا سمت چپ تصویر آکسیال ماست که از نیمار گرفت و حاشیه گرنوید و مفصل گرنوید رو به خوبی در اون میبینیم. برای بازسازی کرونوساجیتال همونطور که گفتیم کاتهامون رو به صورت عمود و موازی سطح گرنوید میچینیم. یعنی چی؟ یعنی برای بازسازی تصویر کرونال که بالا سمت راست میبینیم، ایمیج برین ما باید عمود بر سطح گرنوید باشه، همونطور که فیلم داره نشون میده، یا در واقع میگیم به صورت موازی با محور اسکاپولا باشه. و برای بازسازی ساجیتال که تصویرش رو پایین سمت چپ میبینیم، ایمیج پلین ما باید موازی با سطح گرنوید باشه که فیلم داره به ما نشون میده، در واقع عمود بر محور اسکاپولا باشه. پس برای بازسازی کرونال نباید ایمیج پلین رو به صورت کرونال استاندارد به این صورت در نظر بگیریم و همینطور برای ساجیتال، و انتخاب ایمیج پلین ما باید نسبت به محور اسکاپولا یا سطح گرنوید صورت بگیره حتما. خب
در این فیلم هم در واقع یک بازسازی والیوم رندرینگ از شانه رو می‌بینیم که یکی از موارد استفادهش بررسی شانه قبل از جراحیه. تصویر سمت راست مربوط به بازسازیه. موتیف زنان هستن. تصویر بالا تصویر آکسیال هستش که در تصویر آکسیال تصویر بعد از عمود حقوق بگیر نوید انجام میشه و همونطور که گفتم از تصویر آکسیال برای بازسازی استوژیو و کورنان استفاده میکنه. خط آبی اینش بین مناسب برای تصویر استاجیکال هستش که در واقع هم بگفتیم باید عمود بر زاهدهای فوقانی و تحتانی برنوید بشه و همونطور که میبینیم با حرکت خط سبز که در واقع مربوط به بازسازی کورنال برش های مختلف کورنال رو میتونیم توی این فیلم ببینیم. پس توی کورنال هم در واقع ایمیج بینیم و بعد عمود بر خود همایوز باشه. در تصویر آکسیال در ناحیه سر همایوز ما زاویه هیلز آکس رو میتونیم ببینیم که دقیقا همون زاویه در تصویر تیزیمون هم قابل مشاهده است. حتی در تصویر تیزی علاوه بر اینکه میتونیم به شرکان تصویمون رو از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم، میتونیم اگه میخواییم سر همایوز رو بررسی بکنیم نواحی مربوط به گرنوی رو کلا از تصویر حذف کنیم تا همایوز بهتر قابل مشاهده باشه، همونطور که میبینیم خود فیلم کار کرده. پس با تصویر تیدی کاملا میفهمیم که زاویه ما کجا قرار داره، چند اندازه و چه عمقی داره. خیلی ممنون از توجهتون.